صدای ما را می شنوند. من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ را اجرا می کنم با حضور جناب آقای امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران. بحث امروز ما مدارش کودتای سوم اسفند. ماه اسفند چندین حادثه به خودش دیده، یکی از آنها موضوع کودتای سوم اسفند. با اینکه چند روز از این روز گذشته، ولی فکر کردیم که درباره آن و تاریخچه آن و شخصیت‌های دخالتگر در این کودتا صحبت کنیم بد نیست. اجازه بدین اول با آقای امینی عرض سلام کنم. آقای امینی درود بر شما. درود بر شما و همچنین درود بر بینندگان و ارجمند تلویزیون اندیشه، همیهنان گرامی. با سپاس از شما آقای امینی، راجع به کودتای سوم اسفند اول بفهمین که خود کودتا چیست؟ ببینید جناب مهری، نمیخوام زیاد درس علوم اجتماعی اینجا مطرح کنم یا بحث نظریه‌های گذار رو بهش بپردازم، ولی در 200-300 سال گذشته چند پروژه گذار از یک ساختار حکومتی به یک ساختار حکومتی دیگه وجود داشته. سرشناس‌ترین این مدل‌های گذار انقلاب است. منظورم از انقلاب اینه که یک گروه گسترده از مردم، حالا به رهبری یک حزب یا یک گروه اجتماعی، در برابر فرمانروایی موجود قیام میکنن، شورش میکنن و در بیشتر انقلاب ها سرانجام زمانی به جنگ افزار متوسل میشن و از راه خشونت حکومتی رو برمیاندازن و به این ترتیب یک ساختار تازه رو میسازن. برخی از این انقلاب ها مثل انقلاب آمریکا جنگ استقلال طلبانه بوده، یعنی در واقع 13 ایالت مستعمره بریتانیا در ینگی دنیا، دنیای تازه، بران شدند که کشور تازه ای رو به وجود بیارن و متحد شدند، اعلامیه استقلال بیرون دادن و علیه بریتانیا انقلاب کردن. انقلاب بزرگی هم بود. انقلاب فرانسه شاید یکی از کلاسیک ترین انقلاب های دنیا باشه، یعنی یک مدل انقلاب کلاسیک است که مردم شهری و زحمتکشان رو در برابر ساختار کهن فئودالی و دولت پادشاهی قرار داد و خیلی هم خونین بود. یکی از معروفترین انقلاب های جهان انقلاب اکتبر است که نخستین دولت سوسیالیستی رو در ایرانی در دنیا ایجاد کرد و شاید یکی از آخرین انقلاب های کلاسیک جهان انقلاب 57 ایران که بیشتر خونریزی هاش بعد از انقلاب آغاز شد و جالب اینجاست بیشتر انقلاب ها هم خونریزی ها رو پس از گرفتن قدرت آغاز میکنن. انقلاب فرانسه چنین هست و از این لحاظه که انقلاب آمریکا بسیار زیباست، چون خونریزی بعد از اون دیگه صورت نمیگیره. یک مدل دیگر تحول در دنیا دگرگونی هایی است که به طور آرام در درون یک ساختاری روی میدهد و به جایی میرسد که سرریز میشه و دگرگونی انجام میشه. شاید نخستین مدل این تحول انقلاب معروف بریتانیا باشه، انقلاب باشکوه، معروف است به انقلاب باشکوه که خیلی هم به درازا قرن 17 هم بود و شاید یکی از برجسته ترین نمونه های اون دگرگونی های اتحاد جماهیر شوروی باشه که از راه یک رشته اصلاحات و دگرگونی های درونی جامعه منقلب شد و سرانجام با شورش و جنبش و اعتراض از درون اون ساختار تازه بیرون اومد. در این نوع دگرگونی ها گاه ساختارهای کهن عناصر زیادی از خودش به جای میگذاره، مانند امروز روسیه که بسیاری از عناصر ساختار سیاسی اتحاد شوروی، حالا نه به عنوان حزب کمونیست و کاگبه، ولی به همون صورت خودکامه و دستگاه باقی مانده. برجسته ترین نمونه امروزی و مدرن دگرگونی صندوق رأی است که شاید ما نمونه دگرگونی های لهستان در سده گذشته که از زیباترین اونها بوده باشه که میلیون ها مردم به خیابان رفتند و مجلسی که منتخب حزب کمونیست بود با مردم همراه شد و انتخابات آزاد اعلام کرد و به دنبال انتخابات آزاد لخ والنسا رئیس جمهور، نخستین رئیس جمهور این کشور شد. و یا نمونه تونس امروز شاید نمونه دیگری از این دست باشه که تا حدودی کوشش برای حفظ
حکومت است. یک رشته نمونه‌های دیگر هم ما داشتیم که انتقال قدرت با زور یک گروه ویژه‌ای از نظامیان یا گروه ویژه‌ای در درون یک ساختار حکومتی بزرگتر روی داده. اینها بیشتر جنبه کودتایی داره. کودتا در واقع همین است که شما به انتخابات متوسل نمیشید، انقلاب نیست، یعنی یک نیروی گسترده اجتماعی رو با خودش نداره، بلکه گروه اقلیتی کوچکی حالا در درون همون حکومت یا علیه اون حکومت دست به اقدام نظامی میزنه. که مثلا کودتای سرهنگان در یونان یکی از معروفترین اونهاست، کودتای پینوشه علیه آلینده با خونریزی هم همراه بود، کودتای 28 مرداد خودمون نمونه دیگری از اون هست، و کودتای 1299 یک نمونه از این نوع کودتا است که یک گروه کوچکی از نظامیان قزاق‌ها با یک رهبری سیاسی با یک پشتیبانی خارجی همراه میشند و تغییری که در دولت میدن تغییر براندازی نیست بلکه دگرگونی های درونی است. و این مدل در دنیا چندین جا روی داده و حتی امروز هم برخی میگویند که به زودی سپاه پاسداران علیه نظام موجود کودتا خواهد کرد. بعید میدونم به طور کلی، ولی کودتا در واقع منظور این است، کودتا یک واژه ضرورتاً بد نیست. یعنی اگر کودتا علیه یک دولت منتخب باشه مانند آلینده یا مصدق، کودتای نادرستی است. کودتای 1299 به هر انگیزه که بوده باشه زمینه‌های دگرگونی مثبت جامعه رو فراهم میکنه، راهگشایی داشته. ببینید اینجوری برگردیم و بگوییم که در اون سالهای پیش از کودتای 1299، اسفند 1290، اون موقع هوت میگفتن، البته هنوز ماهای ایرانی سوم هوت کودتای سوم هوت، این هنوز در اون دوران شرایط ایران شرایط بسیار ویژه‌ای بوده. در واقع چرخ انقلاب مشروطه از میلنگش جدا شده بوده، یعنی اصلا میدونید افتاده بوده، یعنی از باید گفت در واقع مشروطه از رمق افتاده بود. در هر گوشه ایران یک کسی به نام مشروطه یا در برابر مشروطه سرکشی میکرد. بزرگترین قیام، دو قیام بزرگ اون زمان، یکی در خراسان در پوزش آذربایجان بود که خیابانی در رهبری اون ایستاده بود و آذربایجان رو در واقع نمیخواست مستقل کنه، ولی در واقع حکومت دموکرات محلی ایجاد کرده بود، و دیگری از همه اینها مهمتر در گیلان بود، جنبش جنگل، که از یک جنبش اتحاد اسلامی آغاز شد و به یک دولت سوسیالیستی کمونیستی انجامیده بود و حتی خود میرزا کوچکان رو جریانهای چپ کنترل میکردن، در دست داشتن، و برخی هم حتی معتقد هستن که در اون دوران کشته شدن پیدرخان اموغلی به یاری و پشتیبانی میرزا کوچکان بوده و چیزهای از این دست که دعوای داخلی این جریان رو نشون میده. جنوب ایران در دست عشایر بود، خوزستان رو خزعل ملک خودش میدانست و اون موقع اصلا اسم عربستان رو بر اون گذارده بود، شیرازی کشور از هم گسسته بود، و از همه اینها ننگاورتر و دردناکتر این بود که در پس پرده گروهی از نخبگان ایرانی که در مشروطه نقش داشتند و رهبری وثوق دوله پنهانی با بریتانیا پیمانی رو تهیه کرده بودند که به پیمان 1298 معروف شد. در 1298 در واقع نوشته شد، یا پیمان 1919، که عملاً ایران رو مستعمره غیر رسمی بریتانیا می کرد و برای پادشاه ایران حقوق تعیین می کرد. بنا بود این پیمان به وسیله مجلس شورای ملی تصویب بشه. وثوق دوله آمد و بدون انتشار این پیمان انتخابات را آغاز کرد. در میانه انتخابات مجلس پیمان لو رفت، یعنی در روزنامه های اون زمان پیمان را منتشر کردند و فغان از مردم و آزادی خواهان در آمد. انتخابات مجلس هم متوقف شد، یعنی دولت وثوق دوله سقوط کرد. آدم اصلی که به دنبال پیمان 1919 بود وزیر امور خارجه بریتانیا لورد کارزن بود. کارزن از سیاستمداران کهن و برجسته بریتانیایی است که در اندیشه مستعمره سازی کشورهای مانند ایران بوده و
پایبند خیلی اصولی داشته به این مسئله و او دنبال قرارداد 1919 بود و نماینده او در ایران وزیر مختار بریتانیا در ایران نورمن در واقع آدم‌هایی بودند که فکر می‌کردن از راه قرارداد 1919 می‌توان ایران رو کنترل کرد. چرا؟ چون در جنگ جهانی اول اگرچه نیروی پیروزمند بریتانیا بود، یعنی یکی از نیروهای پیروزمند بریتانیا بود، بریتانیا زیان مالی بسیار زیادی دیده بود و درگیر جلوگیری از گسترش انقلاب بلشویکی هم بود که در روسیه 1917 روی داده بود و این است که باید نیروهای نظامی خودشون رو از بخش‌هایی از خاورمیانه خارج می‌کردند، از جمله از ایران. می‌خواستن بصره و اونها رو حفظ کنن ولی ایران رو خارج کنن و برای اینکه از ایران خارج بشن نیاز به یک پیمانی داشتن که دولت ایران رو تحت الحمایه خودشون بسازن، ارتشی برای ایران به وجود بیاورن و عملاً اختیار کارها رو در دست بگیرن. در اون دوران یک رئیس نظامی تازه‌ای برای خروج نیروهای بریتانیایی به ایران آمد به نام جنرال آیرونساید. اون موقع جنرال نبود هنوز. آیرونساید ویژگیش در این هست که جوانترین سرلشکر نیروی نظامی بریتانیا است که در جوانی در واقع به ریاست ستاد نیروهای نظامی بریتانیا رسید و خیلی زود هم چرچیل او رو به عضویت مجلس عوام برانگیخت. چرچیل وزیر دفاع؟ نه، چرچیل همون چرچیلی که وزیر دفاع بود و بعدها شد هنوز اون موقع نخست وزیر. چرچیل در سیاست بریتانیا پیشینه خیلی کهنی داره، سرکلش از جنگ جهانی دوم شروع نشده، جنگ جهانی اول و پیش از اون. یکی از مهمترین خدمات او هم به دولت بریتانیا در تغییر نیروی دریایی بریتانیا از زغالسنگ به نفت بود و به همین دلیل هم نفت یک جایگاه مهمی در نیروی دریایی و نیروی نظامی بریتانیا پیدا کرد. بریتانیا به دلیل یه جزیره بوده، اصلا از راه نیروی دریایی است که بر دنیا چیره بوده، نه از راه نیروی زمینی. و این نیروی دریایی بریتانیا بود که چرچیل در ساختن اون نقش خیلی مهمی داشت از نقطه نظر درایتی که به خرج داد در تغییر سوخت نیروی دریایی بریتانیا. آیرونساید وقتی به ایران رسید بنا بود که مسئولیت خروج نیروهای نظامی بریتانیا را از ایران داشته باشه. نیروهای نظامی بریتانیا اون موقع کجا بودن؟ قزوین بود پایتختشون. پایگاهشون قزوین بود، نزدیک 5000 نفر بودند و نزدیک 3000 نفر هم قزاق در ایران بود. ماجرای قزاق‌ها رو حتما با در یه برنامه جداگانه با هم مورد بررسی قرار بدیم، چون اصلا چگونه قزاق در ایران شکل گرفت؟ چون خیلی‌ها فکر می‌کنن اینا قزاق بودن واقعا، یعنی اینا از قزاقستان اومدن، نه اینا ایرانی بودن اساسا و آدمای قزاق هم توشون بود، ولی از زمان ناصرالدین شاه در یکی از سفرها شیفته قزاق‌ها شده بود و نیروی قزاق رو در ایران در دوره ناصرالدین شاه ساختن. این قزاق‌ها اساساً وسیله گسترش نفوذ روسیه در ایران بودن. بعد از انقلاب اکتبر همون تحولی که در داخل جامعه شوروی بعدی روسیه اون زمان روی داد، یعنی گرایش میان سرخ و سفید، روس‌های سفید و روس‌های سرخ، داخل قزاق آغاز شد و یکی از سران قزاق، رهبر قزاقان ایران در اون موقع حتی شروع کرد به ایرانیان این رو یاد دادن که نباید تبعیت کورانه کنید، یعنی اندیشه های چپی رو وارد قزاقخانه کرد که نام‌آور شدن رضاخان در نخستین بار در تاریخ ایران در هنگامی است که او رو از ریاست آتریاد همدان به قزوین آورده بودند و در قزوین به یاری نیروی همدان علیه کلوژه کودتا میکنند و استرولوسکی رو رئیس قزاقان میکنن. کلوژه همون که بله میگم اطاعت نکنید. این کلوژه، بله، این تحولی که انجام میشه هنوز تکلیف قزاقخانه روشن نکرده بوده، یعنی معلوم نبوده که قزاقخانه دست انگلیسی هست یا نه. در آستانه کودتا اسنادی که امروز ما در دست داریم، اسناد وزارت امور خارجه و گزارش هایی که نورمن از تهران به وزارت خارجه میفرسته، گواه بر این است که رئیس نورمن وزیر مختار بریتانیا در ایران، گواه بر این است که رئیس قزاق‌ها با احمد شاه متحد شده بوده و
حتی او رو تشویق میکرده مقابل انگلیسا بیسته. حالا تا چه اندازه این درست باشه، این گزارش هاییست که از تهران. کی تشویقش میکرده ببخشی؟ رئیس نیروی قزاق استروسکی. در واقع او خود حاضر نبوده که سیادت انگلیسی ها رو بپذیره و در نتیجه باید یک تغییری در قزاقخان به وجود می آوردن. بنابراین پیش از کودتای 1299 اولین کاری که آیرون ساید میکنه و موفق میشه در این کار، برداشتن رئیس روس قزاق هاست. لورد کرزن در مجلس در پارلمان بریتانیا نوت کرده در این مورد و گزارش داده که دستاوردهای نمایندگان ما در ایران بر کناری این روس از نیروی قزاق و سپردن قزاقخانه به یک ایرانی است. نخیر، اصلا میسپرند از انگلیس ها. انگلیس ها. گرفتاری هم در این بوده که اینها حقوق نداشتن، پول نداشتن، فقیر بودن و کوشش میکنن از اینها یک نیروی کفش هم نداشتن، یه نیروی ایجاد کنن. ماجرایی که دوباره رضاخان رو در برابر آیرون ساید مقداری محبوب میکنه، رفتن نزدیک به 1000 نفر از قزاق‌ها و شکست دادن نیروهای بلشویک و هوادار بلشویک‌ها در رشت و انزلی است و ماجرای خیلی دردناکی هم هست، چون در این زد و خوردی که میان شوروی‌ها و ایرانی‌ها و طرفین میشود که در هر دو سو بودند، توپخانه یعنی نیروی دریایی، حالا دریایی که به اون معنا نبوده، کشتی‌های کوچکی که روس‌ها داشتن، شوروی‌ها داشتن، به توپ می‌بندند ظاهرا قزاق‌ها رو، ولی عده‌ای از بلشویک‌ها رو می‌کشن. هواپیماهای انگلیسی هم که میان کمک به اونها بکنن، باز بمباران که می‌کنن، عده‌ای از قزاق‌ها رو می‌کشند. اوضاع خیلی ویژه و عجیبی بوده. آیرون ساید چندین بار با رضا شاه در گراند، آخرین دیدارش گراند هتل قزوین هست، چندین بار با رضا شاه دیدار میکنه. استاد میگوید که اونها برای رهبری سیاسی کودتا برنامه ریزی رو کرده بودن و سید ضیا رو انتخاب کرده بودن. ببخشید آقای امینی، بله. من خواندم که آیرون ساید یک بار در میان قزاق‌ها میگه شما باید خودتون رو خل اصلاح کنید. تنها کسی که برمیخیزه و در برابر سخنان آیرون ساید اعتراض میکنه، رضا شاه یا رضا خان اون زمان بوده. ببینید، این سندی در این باره نداریم. یعنی کسانی این رو بازگو کردن که در دوران رضا شاه یک سمپاتی هایی برای بزرگ کردن رضا شاه داشتن. نمیدونیم این اتفاق واقعا افتاده یا نیفتاده. خوشبختانه آیرون ساید گزارش روزانه مینوشته و سالیانی پس از اون خاطراتش رو به چاپ برسونه. گمان میکنم در سال 1962 برای نخستی بار این به چاپ رسید و نایاب هم هست امروز. اصلا شما نمیتونید این متن انگلیسی رو پیدا کنید. برگردانهایی هم که به فارسی از این شده دقیق نیست، ولی چند عبارت رو من از خاطرات آیرون ساید برای شما میگم که بسیار مهمه. آیرون ساید در مورد نیروی قزاق اینگونه میگه. میگه من به دیدار قزاقان ایرانی رفتم. این تو ترجمه ایران فارسیش هست، حالا من نمیخوام اصلاح کنم. اسمایت از طرف اونها شده بوده، کلنل اسمایت رئیس نیروی قزاق و کسی است که در واقع در بازسازی نیروی قزاق و تربیت اونها به روش بریتانیایی انگلیسی نقش خیلی مهم میداشته. میگه که این با اینکه اسمایت خیلی کارهای خوبی کرده بوده، من بعد از دیدن نیروی قزاق و این سردار همایون که ظاهرا شده بوده جانشین اون فرمانده روسی به عنوان رئیس قزاق ها، درباره او آیرون ساید میگوید آدم بسیار ضعیفیه و اصلا آشنا با مسائل نظامی هم نیست و او رو باید بازنشسته کنیم، بره به دهش یا بره به جای دیگه. و میگه من کسی که خیلی منو جذب کرده یه فردیست به نام رضا خان. میگه این نه تنها قد بلندی میانه بقیه قزاقا داره و آدم توانایی هم هست و من نظر به اون دارم و به اسمایت هم گفتم که این رضا خان رو برای رهبری قزاق تربیت کنه. روابط از اینجا آغاز میشه. در اون دوران رضا خان شاید در حدود 6 ماه پیش یا 5 ماه پیش از کودتاست، هیچ آشنایی با سید ضیا نداره. همون شب کودتاست که برای نخستین بار در چادر نظامی سید ضیا رو به او معرفی میکنند و میگن
او در واقع رئیس سیاسی دولت خواهد بود. سدجه از کجا ارتباط با انگلیس داشته؟ ببینید، در این مصاحبه‌ای که دوست مشترک ما آقای صدرالدین الهی خیلی سال پیش در دوران جوانیشون، فکر میکنم سپید و سیاه بود، با سمره نفر اول کودتا صحبت با انجام داده، خب چیزای جالبی است. مطابق سید زیا اصلا کتمان میکرده که من هیچ پیوندی با بریتانیا دارم و داشتم و غیره. شواهد تاریخی و اسناد زیادی درباره وابستگی او به بریتانیا امروز در دست ما هست. شاید برنامه ویژه‌ای در مورد سید زیا ما با هم بگذاریم. سید زیا یک روزنامه‌نگار جوان بسیار پرشور و شوقی بوده و نام‌آور شدن او هم در واقع باید گفت قوام السلطنه مقدار زیر پر و بال او رو میگیره. مشروط خواه بوده؟ اون دوران جوان، کمتر جوانی بوده از روزنامه نگاران که از مشروط پشتیبانی نکنه. پدر او مخالف آخوندهای مخالف مشروطه بوده، سید علی یزدی، ولی خود او طرفدار مشروطه بوده. یعنی اصلا تمام روزنامه نگاران اون زمان کمتر کسی است که از ساختارهای مشروطه پشتیبانی نکنه، به ویژه در اون اوضاع بسیار بسیار دردناک ایران پس از جنگ جهانی اول. و میدونید که ما با یک قحطی هم روبرو بودیم و در این قحطی برخی میگویند 20%، برخی میگویند تا 35% جمعیت ایران در بخشای از ایران از میان رفتند و بریتانیا، محاصره ناوگان بریتانیا در این کار خیلی نقش داشته. مردم روی هم رفته از بریتانیا بدشون میامده، یعنی هم از روس‌ها بعدشون میامده هم از بریتانیا. ولی چون در روسیه انقلاب شده بوده و بلشویک‌ها آمده بودن سر کار، یک نوع علاقه‌ای هم در جامعه نسبت به بلشویک‌ها و روس‌ها به وجود آمده بوده. از تویدستان صحبت می‌کردن، هنوز ماجرای بلشویکی و حکومت کمونیستی و کارهای استالین اصلا انجام نشده بوده. بیشتر جنبه زیبایی یک انقلاب، آمدن زحمتکشان به قدرت و از همه اینها مهمتر رمانتیسم انقلابی و سرنگونی تزار که مردم ایران اون رو به عنوان دشمن اصلی آزادی در ایران می‌دانستند، چون روس‌ها بودند که مقابل مشروطه ایستادند، از محمد علی شاه پشتیبانی می‌کردند، از برادرانش پشتیبانی می‌کردند. فجایعی که روس‌ها در تبریز انجام دادند، اعدام آزادی‌خواهان، براندازی تزار، یک حکومت پادشاهی بسیار نیرومندتر از پادشاه ایران، یک نوع اقبالی رو میان ایرانیان نسبت به روس‌ها ایجاد کرده بود. و از این جهت باید گفت که انگلیسی‌ها بسیار بیمناک بودند که این انقلاب بلشویکی که نتونسته بودند اون رو شکست بدن، که اصلا میدونید آیرون ساید شهرتش در جریان جنگ با بلشویک‌ها شکست خورده بود در این جریان، و در یونان هم شکست خورده بودند و نیروهای نظامی بریتانیا عقب نشینی کرده بودند، واپس نشینی کرده بودند و از جمله به ایران آمد برای همین کار. بسیار بیمناک بودند از اینکه با این اقبالی که مردم ایران نسبت به شوروی ها پیدا کردند، به انقلاب جوان اکتبر پیدا کردند و دشمنی که به طور تاریخی با انگلیسی ها دارند و همه چیز رو زیر سر اونها میدونستند، چه بسا دولت ضعیف احمدشاه نتواند کاری انجام بده. اسناد تاریخی گواه بر این است که در داخل دولت بریتانیا دو سیاست در برابر هم ایستاده بوده، یکی لورد کارزن و سفارت بریتانیا در ایران که بیشتر خواهان اجرای قرارداد 1919 بوده و مسخره می کرده این بیسوادی و عقب ماندگی مردم ایران رو که این قرارداد رو نفهمیدند. البته برخی از روزنامه های اون زمان جواب میدن به کارزن که این بیسوادی نیست، به اون میگن قانون اساسی، و این قانون اساسی است که اجازه نمیدهد که بدون تصویب مجلس شاه چنین چیزی رو بپذیره. چرچیل که وزیر جنگ بوده و آیرون ساید به او گزارش میداده و به وزارت جنگ گزارش میداده، بهایی به قرارداد 1919 نمیدادن. فکر نمیکردن از راه قرارداد بتوان ایران رو جمع کرد و دولت قوی توانایی که در مقابل گسترش بلشویک‌ها بایسته در ایران ایجاد کرد. معتقد بودن باید یک دیکتاتور نظامی در ایران آورد سر کار، و راهی هم جز این نیست که ما از راه یک دیکتاتور نظامی این کار را در ایران انجام بدیم. و یا حالا برخی این رو آشکار مطرح نمی‌کردند،
میگفتن باید یک رئیس مقتدر ارتش ایجاد کرد که احمدشاه هم بمانه و با کمک احمدشاه در واقع مقابل شوروی ها بایستیم و ایران رو هم حفظ کنیم. پروژه بنابراین کودتای 1299 دستپخت کامل و رسمی بریتانیا نیست، بلکه دستپخت بخشی از سیاست مداران بریتانیا است. ابتکارش دست آیرون ساید، یعنی برخی از کارهای احمدشاه خبر داشته. تمام گزارش ها گواهی بر این است که به نورمن خبر دادند چند روز پیش از کودتا، در حدود فکر کنم 6 روز پیش از کودتا. بذار بدیم این نکته رو بخونم، خیلی جالبه، چون خبر رو که به نورمن میدند، به نورمن که خبر میرسه وقتی میفهمه که بناست که رضاخان رئیس نظامی کودتا باشه، بسیار وحشت زده میشه، چون آگاهی هایی داشته از این موضوع. بعد پس از دیدار 6 روز پیش از کودتا، اسمیت به نورمن خبر میده که بناست که کودتا بکنیم و نورمن این خبر رو به احمدشاه میرسونه. گویا 2 روز قبل از کودتا احمدشاه از موضوع کودتا آگاه بوده و به همین دلیل کودتای بسیار آرامی بوده و جز چند تیری که در شده ما آگاهی دیگه ای نداریم. خوشبختانه یعنی آگاهی از کشته شدن کسی نداریم چندان. خوشبختانه از میان بزرگان و نخبگان و نویسندگان و حالا نه تاریخ نگاران ولی رجال سیاسی بزرگ اون زمان چند نفر خاطراتی نوشتن که در درس هست که رویدادهای کودتا در اون ثبت هست. 3 کتاب از این لحاظ از عبدالله مصطفی، یکی کتاب شهر زندگانی من جلد 3 عبدالله مصطفی است که از صفحه 208 این گزارش رو آغاز میکنه. دیگری کتاب خاطرات اعظم قدسی است که جلد 2 اون بریم اینجا نیاوردم، نه چون کتاب نایابی است نمیخوام خراب بشه، و 3 هم جلد هشتم خاطرات اینو سلطنه قهرمان میرزا سالوری که تمام جزئیات رو این 3 نفر تقریبا مشابه نوشتن. اگر فرصت باشه یه بخشی از این گزارش 7-8 دقیقه وقت داریم، این گزارش مصطفی رو برای شما بخونم. میگه مصطفی، میگه شب قبلش رفته بودیم منزل یکی از بزرگان خانواده آقای فتح‌الله مصطفی، زیر کرسی بودیم و میگه ما از هیچ جا و هیچ چیزی خبر نداشتیم، حتی از اخباری که تازه در دهن افتاده بود و بعد از ظهر در شهر منتشر شده بود که امشب عده قضا به شهر ریخته و پایتخت را چنین، روز بعد میگه پایتخت را چنین و چنان خواهد کرد، بی خبر بودیم. اول شب میرزا محمد باقر آقای ربانی پسر حاجی میرزا محمد مجتهد قومی به منزل ما آمد. آقای محمد باقر در آن روزها مثل امروزش اهل سیاست نبود، از سیاست بافی نبود و چون از خبرکشی سیاست بی بهره بود، هیچ وقت از سیاست چیزی نمی گفت. فقط وقتی که زودتر از عادت معمول خود خواست برخیزد و من از او سبب این عجله را پرسیدم، گفت میگویند امشب عده قزاق به شهر خواهند ریخت. ببینید این روز قبله، خبر داشته، بله ولی چیزو پنهان نبوده، به شهر خواهند ریخت و من از اون سبب این یه پرسیدم. به ایشان گفتم این خبر مسلماً از قماش همان اخبار است که 1 ماه قبل نسبت به آمدن متجاسرین و بلشویکا شهرت میدادند، زیرا این عده اگر به قصد هجوم و حمله به شهر بیایند ناگزیر از قزوین باید حرکت کرده باشند. معقول نیست که 2-3 هزار نفر از قزوین تا پشت دروازه تهران بیایند و دولت خبر نشده اقدامی نکرده باشد. خب دولت خبر داشته که اقدامی نکرده، به احمدشاه خبر دادن و احمدشاه موافقت کرده. ولی من خواندم که قزاق‌ها مدتی چندین ساعت پشت دروازه تهران بودن تا شب بشه، نیمه شب بشه. تا شب، یعنی فرمانده اونجا نبوده، فرمانده پدر مرحوم فرازمند بودن. نمیدانم چه ساعت شب بود که صدای عظیمی شبیه به صدای رعد از خواب بیدار شدم. این صدای شلیک مهاجمین به کلانتری یا کمیسری ناحیه اودلاجان که تا کوچه ما فاصله زیادی نداشت، ولی من چون خالی از ذهن بودم و صدای رعد هم در ماه اسفند به خصوص در آن سال که بارندگی خیلی زیادتر از معمول بود تازگی نداشت،
فقط کاری که کردم عوض کردن دنده بود، یعنی از این دنده به اون دنده شدم و به دنده دیگر غلطیده به خواب رفتم و فردا فهمیدم. اما نکته جالبتر این قسمت هست. میگه وقتی به ما خبر دادند که کودتا شده و رئیس کودتا هم سید ضیاءالدینه، این گونه میگه، میگه قدری هم در اطراف سید ضیاءالدین و فرمانده قزاق‌های مهاجم صحبت شد راجع به سید، چون همه او را میشناختیم که چه کاره است. چندان تعجبی نداشت که به وسیله این اقدام بخواهد خود را به مقامی رسانده سری توی سرها بیاورد و ضمناً ضرب شستی و اشخاصی که با آنها حساب خورده‌ای دارد نشان بدهد. ولی راجع به رضاخان چون هیچ شک حتی اسم او را هم نشنیده بودیم، میگه ما اصلا سکوت کرده بودیم، نمیدونستیم چی میگه، که این شخص کیست، چه کاره است و انگلیسی ها او را از کجا پیدا کردن. خب ببینید، این گزارش نورمن به وزارت امور خارجه در اینی که من هفته هاست دارم کوشش میکنم ایرانی ها را قانع کنم که ما کودتا نکردیم، کودتا هیچ ربطی به ما نداره. آیرون سایت در خاطراتش در گزارش میگه آقا منم، میگه کودتا رو من کردم، میگه من بانی کودتا بودم. رسمن میگه در گزارشش. بر این داره میشه به من بدین؟ حتما مثلا خاطراتش میدم خدمت. میگه که در پایان میگه در کتاب خاطرات، تصور میکنم که همه قبول دارن که من کودتا رو مهیا کردم، دقیقا من بودم که در ایران کودتا کردم. خب آیرون سایت با چنین قاطعیتی یا قطعیتی این حرف رو میزنه، بیهودم نمیگه، چون او بوده که به عنوان رئیس نیروی نظامی بریتانیا در ایران با رضاخان دیدار کرده، او رو قانع کرده. ولی یه چیز دیگر در خاطراتش هست، میگه من اسمیت رو یا اسمیت رو که او هم نظامی بوده، او رو هم پشت سر رضاخان فرستادم و به او سفارش کردم که اگر این مهماتی رو که ما در اختیارش قرار دادیم، این جنگ افزار و توپخانه‌ای که در اختیارش قرار دادیم، وسط راه برگردون به طرف ما خواست حمله بکنه، او رو بزن. یعنی علاقه داشتن بهش، اعتماد هنوز نداشتند. اسناد دوره پس از اون هم نشون میده، خیلی جالب است این سند، از زبان شیبانی، از زبان این رو فرمانده ژاندارمری بوده، بله فرمانده ژاندارمری بوده که از شریفترین افسران ارتش ایران به شمار می آمده و آدم بسیار میهن پرستی هم بوده. اصلا ژاندارمری چون با سوئدی ها نزدیک بوده، یه نیروی مستقلی به شمار می آمده. این قسمت رو مثل که چند دقیقه، هنوز 5 دقیقه وقت داریم، این رو خدمتتون بگم. این گزارش سفیر فرانسه در ایران هست، میگه این ماجرا را ببینید، ماجرا به این ترتیبه که پس از کودتا انگلیسی ها سعی میکردند با احمد شاه و سید ضیاء قدرت رضاخان رو تضعیف کنند، چون بیم و هراس داشتن از اون که این ممکنه کار مستقل انجام بده. سید تو جیبشون بوده. اسمیت و یکی دو نفر دیگه از ارتشی های اون زمان انگلیسی برنامه ریزی میکنند و میان سراغ شیبانی. حالا خدمتتون میگم این ماجرا رو برای من یکی از بازیگران خود واقعه، یعنی جنرال حبیب الله خان شیبانی که شاگرد پیشین سنسیر درس خونده بوده و به طور قطعی مرد بسیار شایسته قشون ایران است، بازگو کرده. اسمارت در اون هنگام، در اون موقع اسمیت نه اسمارت پوزش میخوام اسمارت در اون موقع اسمیت نظامی است، اسمارت شخصیت دیگری است. اسمارت در اون موقع مستشار شرقی من، شاید دور با هم اشتباه کردم، توتر رو اسمارت انجام داده نه اسمیت. اسمیت با رضا شاه نزدیک بوده. اسمارت در اون موقع مستشار شرقی سفارت انگلیس بود. این مرد دانش آموخته، ادیب و ظریف، شناسایی کاملی در مورد ایران داشت. خب حالا میگه این اسمیت میاد سراغ اسمارت میاد سراغ حبیب الله خان که به او اعتماد داشته، میبخشید و به او گفته که سید به من یک ماموریتی داده که ما برنامه‌ریزی کنیم و رضاخان را از میدان بدر کنیم. شیبانی میگه من نخواستم چنین بی‌وفایی بکنم به همکارم، یعنی به رضاخان، و رفتم موضوع رو بهش خبر دادم. چند هفته بعد این آقای اسمارت
و یه نفر دیگه از کارکنان سفارت رو در خانه عزیز الله خان کاشی که یکی از روسپیان به نام تهران اشراط کرده داشته در خانه او گیر می اندازن. اجازه بدید به بحث کودتا در برنامه‌های دیگه بپردازیم. آنچه که می‌خوام از این نتیجه بگیرم، بله کودتای 1299 کودتا بوده، ولی به نظر من نباید این گونه رقم زد که تمام برنامه ریزی ها یعنی نقش رضا شاه از آن وزارت در دست به اصطلاح انگلیسی ها بوده، جنبه های مستقل هم در این کار وجود داشته. خیلی ممنونم آقای امینی عزیز. همینان گرامی، آقای امینی